به نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما خوبان، خوش آمدین که در ادامه جلسه ویدیوی قبلی ما که ما در قسمت ولیدیشن سمری میخواستیم صحبت بکنیم دوستان نتونستیم تکمیل بکنیم. امیدوار هستم که در این زمینه کنار هم بتونیم اینها را به صورت اختصاصی چکنیم تکمیل بکنیم. دوستان عزیز، ما تا قسمتی درس ما تا قسمتی ای بود که ما میخواستیم پسورد و کانفرم پسورد هر دوش را چکنیم مچ شد. درست است، اگر مچ نشد برای ما چکنه ایرور بیته که پسورد یوزرنیم تان درست نیست. خب دوستان عزیز، به خاطر که ما کارهای خود به صورت اکادمیک پیش ببریم و پراکتیک، ما میخواییم یک سلسله کارها رو در جلسه تکمیل بکنیم. میخواییم کالر زیر عوض میکنیم دوستان. کالر زیر چی باشن دوستان؟ از فور کالرش تغییر میتیم. فور کالر ما باشه به این رقم، درست است؟ فور کالر در اینجا چی میکنه؟ تغییر میکنه. چیزی که بسیار مهم هست برای ما دوستان در اینجا ایج هست. ایج میخواییم که کارمند ما بین سندی به فرض مثلا 24 تا 60 سال باشه، یعنی از 24 پایین از 60 و بالا نباشه. یا این به نوع پالیسی هر کمپانی چی میکنه فرق میکنه. یک کمپانی میگه نه، میگه کاربر ما یا کارمند ما بین سن 24 تا 35 سال باشه، از بالا ما نیاز نداریم، یعنی طبقه چی باشه؟ جوان باشه، بتونه از نیرویشان چیکنیم استفاده بکنیم. خب در این قسمت ما از کدام کنترل استفاده میکردیم؟ از رنج ولیدیتور استفاده میکردیم. اوکی؟ از چون در جلسات قبلی دوستا اینا رو ما توضیح دادیم، شما نیاز دارین که ما رو گوش بدین. در این جلسه ما زیاد روشون تمرکز نمیکنیم، فقط میخوایم کاری بکنیم که تا ما مفهومی که ما در این جلسات اختصاص دادیم تحت عنوان ولیدیشن سمری آنها رو چیکنیم روش بحث بکنیم. میخوایم که ارور مسیجش چی تغییر بده. میگیم که پلیز انتر، پلیز انتر the age between به فرض مثال میگیم between okay between 18 به فرض مثال to 24 به فرض مثال 18 to 40 okay years old age years g years اوکی این رو انتخاب کردیم. دوستان اگر ما همزمان میریم روی سورس کد ما، در اینجا ارور مسیج ما درد شده. اما چیزی که مهم هست، ما میخواییم چی کنیم؟ مکزیمم ولیو 40 بود دوستان درج میکنیم و همچنان میخواییم اینجا تغییر بیتیم مینیمم ولیو رو هم چی کنیم؟ چنج بکنیم. چی؟ مینیمم ولیو رو به فرض مثال 18 میگیریم. اوکی، میخوایم کنترلی که ولیدیت شود دوستا در اینجا ما درج نکردیم، میخوایم این کنترل چی شون؟ ولیدیت شون. کنترل چی؟ 6. و این کنترل 6 TXT چی میکنیم دوستا؟ TXT age میگیریم. اوکی، وقتی TXT age میگیریم برای ما قابل فهم میشه دوستا. شما میتونید با این نام ها میتونید محتویات برنامه خود کنترل بکنیم. در قسمت TXT age قرار دادیم. حالا وقتی در سورس میاییم، در اینجا چی؟ در ایرور مسیج ما اینجا قرار میتیم. به فرض مثال text to control ایرور مسیج control validate control to validate. چی کنترل میخوای ولیدیت بکنه؟ در واقع در اینجا مساوی قرار میتیم control to validate. سوری کنترل تو ولیدیت ایرور مسیج هست در اینجا. در پیش از این چی میکنیم؟ قرار میتیم که تا مشکلاتی که ما داریم دوچا حل شون. کنترل تو ولیدیت، کنترل تو ولیدیت به چی قرار میتیم؟ TXT age هست. این را از اینجا میگیریم، در اونجا چی میکنیم؟ قرار میتیم. ول چی اینجا رو میگیریم، در اینجا چی میکنیم؟ قرار میتیم. خب تا اینجا همه چیز درست کار میکنه درستا. حالا ما میخوایم چی کنیم؟ فارم خود را رن بکنیم که آیا همه چیز درست کار میکنه یا نمیکنه. خب فارم بالا میاریم، منتظر میباشیم تا صفحه وب براوزر ما چی شون بالا بیان دوستا، تا مفاهیم رو که ما اینجا روش بحث میکنیم بیشتر ما چی کنیم بفهمیم. اوکی، در ریگولر اکسپریشن رن سرور ایج بتوین، در اینجا ما یک ایرور داریم، میریم چی میکنیم؟ این ایرور خود چی میکنیم؟ حل میکنیم. در ریگولر رنج ولیدیشن ریگولر اکسپریشن. خب در قسمت ما میایم در گزینه بعدی. خب در قسمت فرم بالا میادیم، در رنج ولیدیتور هست. رنج ولیدیتور ما اینجا یک مشکل داریم، رنت سرور ما اینجا چی کردیم دوستا؟ غلط گرفتیم. میگیم رنت هز سرور، ایرور مسیج ما هم ای هست. رنت هز سرور یه هم ایرور مسیج هست. در ارور مسیج ما ایره قرار دادیم دوستا، در رن سرور ما هم هی هست. ایکوال ما قرار دادیم، میگیم چی؟ رن ایت هز سرور. اوکی، کنترل زی زی اینا رو استایل گرفتن دوستا. میخوایم چی کنیم در قسمت؟ دبل کلیک میزنیم ایره، میگیم چی؟ رن کو از سرور رن ایت. خب در قسمت آمدیم رن ایت ایکوال تو سرور. اوکی، تا این قسمت آمدیم. باز اگر گزینه بعدی ما در اینجا میبینیم که مشکل داره، اینها رو چی میکنیم؟ حل میکنیم دوستا. درست است، باز سفر چی میکنیم؟ بالا میاریم ببینیم که کدام مشکل دیگه وجود نداشته باشن تا ما صفحات خود درست چی کنیم؟ کنترل بکنیم. سایت بالا میان، منتظر میباشیم تا
مشکلی که در محتوات وجود داشته باشد ما بگیریم دوستا در قسمت سایت بالا میاد، اوکی همه چیز درست کار میکنه، یک تک تیدی ما در اونجا دوچار مشکل هست که انشالله را حل میکنیم، فلن سیو میزنیم همه چیز درست کار میکنه. دوستا ببینین میگه پلیز انتر آیدی رو به فرض مثال 100 میزنم، در این قسمت همه چیز درست چی میشه کار میکنه، آیدی چی 100. میایم در قسمت بعدی به فرض مثال نیمش چی است سارا هست، اوکی در قسمت بعدی یوزر نیم به فرض مثال میزنیم چی سارا، ایرا هم چی میزنیم سارا میزنیم، درست است. ایمیل میایم میزنیم درست است، میگیم که hd@gmail.com ایمیل درج میکنیم. در قسمت پسورد میخوایم چی میکنیم abcd میزنیم، درست است. چی ABCD به فرض مثال یک پسورد میزنیم ABCD، اوکی کانفرم پسوردش هم میزنیم ABCD، اوکی ABCD و همه چیز درست کار میکنه تا اونجا، درست هم دوستا. ایجش به فرض مثال میتیم 25 سیو میزنیم، اوکی همه چیز درست کار میکنه. اگر ایج در اینجا دوستا قرار میتیم بعد 45 سیو میزنم میگه پلیز انتر دی ایج بتوین 18 تو 40 ایرز. اگر اینجا پسورد خالی میباشه پسورد میگه نات مچ، پس دوباره میزنم ABCD، پس دوباره پسورد اوکی است. ایمیل ما ایمیل غلط میزنیم، به فرض مثال ایمیل اد سمبل درج نمیکنیم، وقتی کلیک میزنیم میگه نات ولید ایمیل. یه چیز رگولار ولیدیشن هست در واقع دوستا، چی ما اکسپرشن میتیم ایمیل با چی شکل باشه، اگر غیر از ایمیل چیزی دیگر را درج میکنه برای ما با چی کنه ارور میده. پس این پالیسی است که ما در محتویات زبان در محتویات وب خود چی میکنیم درج میکنیم، اوکی دوستا. تا این قسمت شما خوب فهمیدین که همه چیز اوکی است، اما چیزی که در این جلسه بسیار از اهمیت بالای برخوردار هست در این قسمت تحت عنوان چی میکنیم یک insert row میگیم بلو، در این قسمت validation summary رو چی میکنیم قرار میدیم، اوکی در قسمت چی میگیم چی validation summary، اوکی در قسمت validation summary. ایرور مسیج یک است، ایرور مسیج دو هست. وقتی ما در سورس میریم دوستا در قسمت میگیم validation summary run it as a server، ما هیچ کنترل رو نمیخوایم، پس این رو میخوایم چی کنیم درج بکنیم. چی میکنیم این رو میخوایم چی کنیم run بکنیم چی validation summary. با حالا منتظر می باشیم که صفحه ویب ما بالا بیاد، در قسمت ولیدیشن سمری میگه پلیس انتر یور آیدی پلیس هال، تمام ولیدیشن هایی با که اینجا مشکل داشتن در قسمت چی؟ در قسمت ولیدیشن سمری برای ما چی میکنن؟ نشان میده در اینجا. خب ما حالا میخواییم این رو درست مدیریتش بکنیم، درست هم دوستا میخواییم که چی کنیم این رو کالرش رو چنج بکنیم. اولین چیزی که هست در اینجا کالرش هست میگیم فور کالر رید باشه، درست هم دوستا فور کالرش رو چنج میکنیم به این شکل، اوکی ول همه چیز اوکی هست، کالر چین شد. اما چیزی که بسیار از اهمیت بالا برخوردار است برای ما در اینجا، اینها را تبدیل به چی میکنیم؟ یک استریک میکنیم، تکسش تغییر میدیم به شکل چی؟ استریک. خب حالا برای ما کار نمیده، تکس اینجا میایم چی میکنیم؟ به شکل استریک میگه در اینجا ستاره بزنه، در اینجا ولیدیشن ارور بکنه، تکس را چی میکنم؟ من تغییر میدم تا شما بیشتر اینها را چی کنیم بفهمیم. این کالرش هم چینج میکنیم به این شکل، اما ای را اینها را هم چی میکنیم؟ همه ایشان را به شکل تکس استریک قرار میدیم، چی؟ استریک. و اینو هم چی میکنیم؟ استریک قرار میدیم. استریک به این معناست دوستا که required هست، compulsory هست، مجبور هستین که اینها رو چی میکنین؟ درج میکنین. اگر اینها رو درج نکنین ممکن است فارم شما به سمت سرور سبمیت نشون. از این لحاظ چی میگه؟ میگه که درست باید چی کنین؟ همه چیز درست باید چی کنین؟ درجی سیستم بکنین. این هم چی میکنیم؟ استریک میزنیم. و اینجا هم میایم چی میکنیم؟ استریک میزنیم. درست است دوستان عزیز، در اینجا هم استریک و در اینجا هم چی استریک میزنم، اوکی کنترل ای استریک. ول همه چیز کار میکنه. حالا در اینجا میخوایم که یک تایتل بزنیم، تکس تایتل در این قسمت، درست هم دوستان میگیم هیدر تکس، هیدر تکسش قرار میتیم میگیم که ولیدیشن سامری، درست است. هیدر تکسش قرار میتیم چی سامری، درست از دوستا سمری قرار میدیم. حالا ما وقتی که اینجا میاییم در اینجا ولیدیشن سمری داریم، کالرش هم به چین شده به رنگ چی سرخ. حالا ما چی میکنیم؟ فارم بالا میاریم ببینیم که همه چیز درست کار میکنه یا خیر. دوستان عزیز کوشش میکنین که چیزهایی رو که ما اینجا پرکتیس میکنیم شما پرکتیس بکنین تا بتونین در متوالی این مضمون ولیدیشن سمری همه چیز درست کار میکنه. در این قسمت هم ما تکس ها رو درست تغییر ندادیم، اینجا حامد از تکس های ما را هم از اینجا انتخاب کرد به این شکل چی؟ به شکل استریک آورد. ما میخواییم که اینها به شکل چی باشن؟
تکس باشن. درستن دوستان؟ یعنی شما میتونید که همه اینها رو چیکنید؟ تغییر بدید. پس ولیدیشن سمری تمام و کنترل هایی که در محتویات برنامه تان ولیدیت شده برای شما چی میکنه؟ ولیدیشن انجام میده. پس ما نیاز نداریم به اینها، در یک قسمت ما میتونیم که چیکنیم؟ اینها رو به شکل ولیدیشن سمری نیم بیتیم و ولیدیشن سمری هدر تکسش درج کردیم و همچنان اومدیم در قسمت چی؟ محتویات برنامه از شو ولیدیشن ایرور گرفته تا شو ولیدیشن سمری رو ترو کردیم. اگر فالس بکنیم در اینجا دوستا برای ما نشان نمیده. حالا بیایم ببینیم که شو سمری آیا فالس هست یا ترو هست. این گزینه هم باید برای شما چی باشن؟ وجود داشته باشن. فعلا انزرت میکنیم، فعلا فالس هست. ما اگه بریم گزینه رو ترو بکنیم، پس ولیدیشن سمری برای ما چی میشه؟ ترو میشه. دوستان عزیز، در اینجا ما یک تک مشکل داریم. بریم که تک در کجا هست؟ در قسمت چی؟ در این قسمت این اضافه شده هست. در تی آر هست و تی دی. تی دی ما هم اینجا آمده است. همه چیز اوکی است. پس ما میخوایم چی کنیم؟ در این قسمت گزینه رو کلیک بزنیم. در گزینه بالا ما با نام تی دی دیگر وجود نداره. تیبت. خب دوستان عزیز، در این قسمت چیزی که مهم هست میتونه که برای یک تکس باکس دو تا کنترل هم چی کنیم؟ درج بکنیم. به فرض مثال ایج همچنان به شکل چی باشه؟ میتونه که ایج ما هم به شکل رنج باشه و همچنان ریکوایرد باشه. به فرض مثال میگیم که ریکوایرد هست. در قسمت ریکوایر فیل ولیدیتور چی میکنه؟ قرار میده. پس ما میتونیم همزمان با یک تکس باکس و یک کنترل دو تا ولیدیشن کنترل چی کنیم؟ وضع بکنیم. به فرض مثال اینجا درج میکنیم پلیز انتر یور ایج. چی؟ پلیز انتر یور ایج. It is okay. کالرش هم چی میکنیم؟ از اینجا چینج میکنیم. شما میتونید اینها رو به شکل درستش دوستا مدیریت بکنین. کالر از چی میشه؟ چینج میشه. فور کالر است. در اینجا چی؟ فور کالرش تغییر میدیم. اوکی؟ فور کالر در اینجا تغییر میکنه و همچنان ما میتونیم تکس رو که میخوایم ولیدیت بکنیم، در اینجا کنترلی که میخوایم ولیدیت چون هم قرار میدیم به چی؟ به HTXT H قرار میدیم. خب حالا دوستا همچنان اینو چی میکنه؟ برای ما ولیدیت میکنه. میریم به چی؟ به سمت صفحه، در قسمت همه چیز ببینیم درست کار میکنه. همه چیز چی میکنه؟ درست کار میکنه. خب دوستا وقتی روی گزینه کلیک میزنیم، اولین چیزی که برای ما میگه پلیس انتر یور ایج. اوکی؟ پلیس انتر. وقتی من ایج به فرض مثال 45 میزنم، رنج بالا میره، اینج میگه استریک، میگه ای ریکوایرد هست. یا به فرض مثال ما ایرور میزنیم، میگیم چی باشه؟ 25 باشه. 25 انتر میکنیم، اوکی است. پس دوستان عزیز، به خاطر که شما بتونین سمری کنترل ها را و فلیدیشن کنترل ها را خوب آموزش دیده باشین، ویدیوهای ما را تعقیب بکنین تا بتونین که آموزش دقیق از محتویات برنامه نویسی در مضمون ESP.NET داشته باشین. دوستان عزیز، ما به شکل بسیار فشرده، بسیار به شکل سریع کار میکنیم. امیدوار هستم که شما اینها را در بخش مضمون ESP.NET تان با استفاده از Visual Studio 2019 شما بتونین اینها را چیکارین؟ درست کنترل بکنین و استفاده بکنین تا سطح پرکتیک شما در قسمت اپلیکیشن سازی توسط ESP.NET بیشتر شوند، تا این کنترل ها را به شکل حرفه‌ای آموزش ببینین. ان شاء الله تا ویدیوی بعدی که رابطه با موضوع بعدی صحبت میکنیم، شما رو به الله پاک بسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.